با عرض سلام خدمت دوستان، خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت دست داده دوباره در خدمتتون باشیم. همچنین آقای امریکا بودن، 5 سال پیش آخرین باری بود که فرصت ملاقات دست داد. اونجا راجع به سیاست مداران بعد از انقلاب و این تحقیقی که داشتم انجام داده بودم صحبت کردم. عرض کنم که امشب با اجازتون میخوام راجع به آرا و زندگی آقای سید حسن تقی‌زاده با شما صحبت بکنم. اجازه بدین اول بگم که چرا این آدم واقعا مهم هست. یه مقدار زندگیش به نظر من از وقایعی صورت گرفته، جمع شده در زندگیش که بازتاب تاریخ سیاسی فکری قرن 20 ما هست. آقای تقی‌زاده متولد سال 1257 یا به میلادی 1878 و در سال 1348 همون 1970 میلادی هم فوت کرده، 8-9 سال قبل از انقلاب. من از آقای تقی‌زاده در این قالب میخوام راجعش صحبت بکنم. من معتقدم ایشون مستحق استفاده از واژه‌ای هست به عنوان روشنفکر یا دولتمرد روشنفکر. به انگلیسی میگیم intellectual statesman، یعنی سیاستمداری که واقعا ریشه داشته در کار روشنفکری. در این دوره هم کم نبودن افرادی مانند ایشون. یه نمونه بارز دیگرش که معرف حضور همه هست زنده یا زکال ملک فروغی هست برای مثال، که همکار آقای تقی‌زاده بودن در بسیاری مسائل. به نظر من یک مایه شاید در تعریفمون از روشنفکر یکم ظلم کرده باشیم در حق افرادی مانند تقی‌زاده و نمونه های مثل فروغی. چرا؟ چون در سنت ایرانی ما عمدتاً روشنفکر رو به عنوان فرد به اصطلاح مخالف وضع موجود تعیین کردیم و به نظر من این یه مقدار تعریف بسته‌ای هست از روشنفکر. چه بسا افرادی بودن که به دلایل مختلف، حالا امروز وقتی از تقی‌زاده صحبت می‌کنیم شاید مشخص بشه که چرا ایشون از کسانی هستن که به دلایل مختلفی تصمیم می‌گیرن که با نظام سیاسی حاکم همکاری بکنن و به نظر من به دولت رفتن و دولت مرد شدنشون لزوماً به هیچ وجه نافی روشنفکر بودن ایشون نیست. بنابراین حالا یه بحث مفصل‌تری اگه لازم شد در پرسش و پاسخ میتونیم بیشتر بشکافیم، ولی من از این واژه دولت مرد روشنفکر میخوام استفاده بکنم. مولوی یک بیتی داره خیلی زیباست، میگه یک دهن خواهم به پهنای فلک تو بگویم مدحت ای رشک ملک. فکر میکنم این بیت شاید در رابطه با توضیح زندگی تقی‌زاده بیت جالبی باشه. آقای تقی‌زاده یک خاطراتی از زندگیش نوشته، اسم اون کتاب هست زندگی طوفانی، و به هیچ وجه به نظر من اغراق نکرده در اینکه زندگی خودش رو یک زندگی طوفانی نام بذاره. اجازه بدین بگم چرا. وقتی ما از تقی‌زاده داریم صحبت میکنیم، از کسی داریم حرف میزنیم که از رهبران برجسته انقلاب مشروطه بود، از کسی داریم صحبت میکنیم که یک فعال سیاسی بسیار کارآمد در تبعید بوده، مدت‌های زیادی رو در تبعید گذاشته، از کسی داریم صحبت میکنیم که شاید پر آوازه ترین نشریه تاریخ ایران رو در خارج از کشور ایجاد کرده که همون نشریه مشهور کاوه باشه، از کسی داریم صحبت میکنیم که نماینده چند دوره مجلس بوده، مانند این که در مجلس اول ایشون از 2 جا نامزد شده برای رفتن به مجلس اول، هم از تهران هم از تبریز. اینقدر سطح به اصطلاح حمایتی که از آقای تقی‌زاده وجود داشته در اون دوره. کسی هست که در مجلس دوم رهبر اون جناحی که به عنوان اجتماعیون عامیون شناخته می‌شد یا
به طور مشخص‌تر میگفتن حزب دموکرات که عمدتاً افراد سکولار بودن، تقی‌زاده رهبری این گروه رو هم بر عهده داره. از مقام‌های دولتیش کسیه که استاندار خراسان میشه، وزیر راه و تراوری میشه، وزیر امور مالیه میشه، سفیر ایران در انگلستان و فرانسه است در برهه‌های بسیار مهم از تاریخ دنیا که بازم ازش برخواهیم شمرد، و کسی که در آخر عمرش هم اولین رئیس مجلس سنا میشه در ایران. اما تغیزاده به اصطلاح دستاوردش به لزوما به مشاغل سیاسیش محدود نمیشه. ایشون یک روشنفکری است که در حوزه‌های مختلفی کارهای اساسی کرده. برای مثال شاید دوستان ندونن در اینجا ما این تاریخ هجری شمسی رو که استفاده می‌کنیم به عبارتی مدیون آقای تغیزاده است، چون ایشون از کسانی بود که در مجلس دوم در سال 1304 از نوروز 1304 تقویم هجری شمسی رو اختیار کردن ایران، دولت ایران، که خب دو زمینه داشت دیگه، یکیش هجرت پیغمبر بوده که میخواستن به هر حال به اون سنت اسلامی ایران پایبند باشن، و دومش هم گاه شماری بر اساس سالنامه شمسی و نه لزوماً بر اساس سال قمری، که این دو وجه به اصطلاح هویت ایرانی رو هم تا بخش زیادی این دوتا در طول قرن‌ها مشخص کردن، و این رو ما به نظر من برای مدیون ایشون هستیم. به غیر از این مسئله که در مجلس با چه شیوه هایی این بحث جا میندازشون، برای میدونین روحانیتی در مجلس بودن که مخالف این بودن که تاریخ تقویم عوض بشه از هجری قمری، تحقیقات فوق‌العاده‌ای در رابطه با مسئله تقویم کرده، در رابطه با مانی فردوسی که صحبت شد عرض کنم کار کرده، نوشته های بسیار جدی راجع به آموزش و پرورش داره. از لحاظ وجهه دانشگاهیش به این بسنده بکنیم که در دانشگاه های کمبریج، لندن، کلمبیا در امریکا و همچنین دانشگاه تهران تدریس کرده. حوزه های علاقهش به علم نجوم، ریاضیات، فیزیک و بدون شک ادبیات و زبان فارسی و عربی هم برمیگرده. من توی روشنفکران قرن بیستم ایران حقیقتاً باید بگم کسی رو سراغ ندارم که به اندازه تغیزاده هم با سیاستمداران هم با روشنفکران یا دانشگاهیان تراز اول خارجی آشنا بوده باشه. شاید تنها کسی باشه که در این دوره‌ای که انقلاب مشروطه یا دوران رضا شاه که داریم صحبت می‌کنیم که مستشرقین غربی کتابی در یادبود تغیزاده تولید کردن در سال 1341-1962 به عنوان ران ملخ، لوکس لگ اسم این کتاب هست، که بزرگترین مستشرقین زمان خودش اومدن و از دستاوردهای تغیزاده در حوزه‌های مختلف صحبت کردن. واقعا قصد بزرگ کردن بیش از حد ایشون رو ندارم، ولی فکر میکنم تا زوایای این زندگیش رو هم در نظر نگیریم نمیتونیم اون ارزیابی جدی که باید راجبش صورت بگیری رو انجام بدیم. تغیزاده فردی است که به زبانهای ترکی، عربی، فرانسه، آلمانی، انگلیسی و بلتب فارسی احاطه داره و در مجامع مختلف چه سیاسی چه دانشگاهی با افراد دیگه میتونه با این زمانها مکالمه بکنه. زندگی شخصیش زندگی بسیار جالبی هست از این بابت که فرزند یک روحانی تربیت شده در نجف هست که البته پدرش رو در 19 سالگی از دست میده، خودش روحانی میشه، در مجلس اول هم که شرکت میکنه هنوز لباس روحانیت بر تن داره، اما هوش و ذکاوت شخصیش سبب میشه که شروع بکنه و علوم جدید پزشکی رو خودش یاد بگیره.
عرض کنم فیزیک رو اونقدر خوب یاد میگیره که در مدرسه ای در تبریز شروع میکنه به تدریس فیزیک، با اینکه هنوز ردای به اصطلاح روحانیت رو در تن داره، شروع میکنه به ترجمه کردن یه سری آثاری که حالا من اینجا برخواهم شمرد. آدم جالبی است از این بابت که در خیلی از اون چارچوب هایی که ما معمولا مد نظرمون هست نمی گنجه. مردی از خطه آذربایجان است که مدافع جدی زبان فارسی است به عنوان زبان رسمی کشور و حاضر نیست در این مسئله به هیچ وجه هم کوتاه میاد. مردی است که از یک طبقه زیردست بیرون اومده، ولی نگاهی باید گفت نخبه پرور رو در زندگیش پیشه میسازه، شاید به خاطر طبیعت کاری که میکرد. مردی است که آمدن و رفتن 6 پادشاه رو نظاره کرد. ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه که دشمن خونی تقی‌زاده بود، احمد شاه، رضا شاه، محمد رضا شاه، با این 4 تا شاه آخری که نام بردم ارتباط جدی کاری هم داشته. با همشون سر کله زده، چون به هر حال پاش به کاخهای سلطنتی بسیار باز بود. اما تجربه تقی‌زاده فقط به پادشاهان ایران محدود نمیشه. او همچنین فردی هست که تجربه دست اول داره با انگلستان چرچیل، با شوروی لنین و استالین، با امریکای پرزیدنت ویلسون و روزولت و ترومن، با ترکیه آتاتورک و با آلمان هیتلری. کمتر میشه پیدا کرد فردی که واقعا همه این تجارب رو در سر گذرنده باشه. یه نکته دیگه هم باز در زندگیش جالبه که فکر میکنم در شکل دادن افکارش خیلی نقش داره. تقی‌زاده بر حسب اتفاق هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم در اروپا داشته زندگی میکرد و این وقایع خانمانسوز دو جنگ جهانی رو از نزدیک تجربه کرد و نگاهش به مسئله جنگ و صلح نگاه توریکی نیست، نگاهی است که به اصطلاح برمیگرده به این واقعیتایی که اثر گذارنده. حالا بیش از اینها فردی است که به توپ بسته شدن مجلس رو از نزدیک شاهد بوده، پیدایش نفت در ایران و تأثیرش رو نقش گذار بوده، انقلاب ترکای جوان رو در بغل گوش ما در ترکیه نظارگر بوده، با بلشویک ها رفت آمد داشته، پیدایش جامعه ملل یا همون لیگ آف نیشن رو نظاره کرده. عرض کنم در سازمان ملل کسی بوده که وقتی شوروی آذربایجان رو اشغال میکنه اعاده کیس ایران رو بر ضد شوروی در سازمان ملل بر عهده تقی‌زاده بوده، بحران اقتصادی Great Depression رو در امریکا و اینکه بقیه دنیا رو چجوری تحت تأثیر میذاره باز نظارگر بوده، اومدن هیتلر و غیره و غیره. و بالاخره مردی روحانی که با یک خانم آلمانی ازدواج میکنه و تا آخر عمر هم با ایشون بوده، که البته افراد دیگری هم مانند علامه قزوینی و محمد علی جمالزاده هم همونجور که میدونیم همسران خارجی داشت. حالا اجازه بدین یه مقدار صحبت بکنم راجع به کسانی که در طرفداری یا در مخالفت با تقی‌زاده حرف زدن، که شما حداقل دو طرف سکه رو بتونین قضاوت کنین افراد راجبش چی گفتن. مورگان شوستر که معرف حضور همه هست به عنوان خزانه‌دار کل که به ایران اومد و بعد به خاطر اولتیماتوم مجبور به ترک کشور شد، میگه که دو مرد در ایران من رو تحت تاثیر قرار داده. یکی ادوارد براون انگلیسی بود که میدونین از طرفداران پروباقرص انقلاب مشروطه بود، و یکی هم سید حسن تقی‌زاده. این حرفی از مورگان شوستری برمیاد که همونجور که میدونین اون کتابش به عنوان خفقان ایران Strangling of Persia زیاد حرف خوبی راجع به اتفاقات سیاستمداران ایران نداره و اینکه عکس تقی‌زاده رو میذاره و ازش تعریف میکنه
فکر کنم یه مقدار بیان این است که واقعا چقدر مورد احترام بوده. این دو نفری که به عنوان دو مرد ازشون نام میبره مورگان شوستر، شاید براتون جالب باشه بدونین که دو فردی هستن که 17 سال هم با هم مکاتبات جدی داشتن. یعنی ادوارد براون با سید حسن تقی‌زاده از 1908 تماس مکاتبه اینها شروع میشه و تا 1925 که ادوارد براون فوت میکنه اینا با هم دیگه نامه نگاری کردن و کارهای سیاسی فوق‌العاده‌ای هم با هم دیگه در انگلیس کردن که حالا اگر لازم شد بهشون توضیح میدم. ولادیمیر مینورسکی، تاریخ‌دان مشهور روس، میگه که سالها باید بگذرد تا خاک تبریز یک تقی‌زاده دیگر بتونه بیرون بده. ملک‌زاده از تاریخ‌دانان انقلاب مشروطه میگه که تقی‌زاده یک وطن پرست واقعی. محمد علی جمالزاده میگه که تقی‌زاده در ردیف عباس میرزا، امیر کبیر، سید جمال‌الدین افغانی و سید عبدالله بهبهانی است در نزد من. مجتبی مینوی میگه ما اگر دو رکن ملیت داشته باشیم در ایران و بخوایم اونها رو با افراد مشخص بکنیم، دو فرد هستن که لایق این عنوان هستن: علامه قزوینی و سید حسن تقی‌زاده. حالا مخالفینش چی میگه؟ احمد کسروی میگه که تقی‌زاده از مسئولین قتل سید عبدالله بهبهانی بود، آیت الله بهبهانی. همجور که میدونیم وقایع بعدی نشون داد که در اصل این افراد تندرو طرفدار حیدرخان عموغلی هستن که آقای بهبهانی رو ترور میکنن، ولی احتمالاً تقی‌زاده هم پشتیبانی کرده. این ترور در 1910 صورت میگیره. آدمیت، فریدون آدمیت که یک مدتی در سفارت ایران در انگلستان زیر دست تقی‌زاده کار میکرد، وقتی تقی‌زاده سفیر بود و آدمیت کارمند وزارت امور خارجه بود، تقی‌زاده رو یک فرد افراطی خطاب میکنه. اسماعیل رائین اون رو یک جاسوس انگلستان میدونه. خلیل ملکی منتقد جدی تقی‌زاده است. و بالاخره دکتر محمد مصدق میگه که تقی‌زاده با امضای قرارداد 1933 نفت بزرگترین خیانت رو به ایران کرد. همونجوری که میدونین این تمدید قراردادی بود که تا سال قرار بود تا 1993، یعنی برای 60 سال دیگه بعد از قرارداد دارسی به اصطلاح تمدید بشه. علم میگه که تقی‌زاده یکی از طرفداران اصلی فراماسونی در ایران بود و عضو لوژ آلمان بود در ایران. خب پس می‌بینین که نظرات بسیار مختلفی راجع به تقی‌زاده وجود داره، چه مثبت چه منفی. اما حالا خارج از اینکه کی درست میگه کی غلط میگه، اونم باز میتونیم راجعش بحث بکنیم، من میخوام بپردازم به زندگی این فرد که واقعا هر چقدر من بیشتر راجبش میخوندم برام جالبتر میشد این که چه شکلی است که یک فردی در سن 20 سالگی با روحانیت در میفته، تکفیر میشه، مجبور به فرار از کشور میشه، در 44 سالگی مذاکره کننده اصلی ایران با بلشویک ها میشه، یک سال و نیم میره در روسیه میمونه و تا مذاکرات به اصطلاح تجاری ایران رو با بلشویک ها سامان بده. در 68 سالگی در سازمان ملل ازش میخوان که اعلام جرم ایران رو بر ضد روس‌ها سر مسئله آذربایجان مطرح بکنه و در 46 سالگی و 55 سالگی هم مذاکرات جدی داره با انگلیس‌ها رو پیش میبره. صحبت از این که تقی‌زاده آیا یک تفکر سیاسی مشخصی داشته باشه به نظر من کار آسانی نیست. من یک مجموعه‌ای به تازگی در ایران چاپ شده، 18 جلد آثار و نوشته‌های تقی‌زاده، هم نوشته‌های علمیش هست، هم سخنرانی‌هایی که در
مجالس شورای ملی و عرض کنم سنا کرده و اینها. سخته که بگیم که بسیار یک تئوری خاصی رو آقای تقی‌زاده مطرح کرده و با این خاطر باید شناخته بشه. اما من به بسیار وسط خطوط نوشته ها که نگاه میکنیم فکر میکنم شالوده فکری تقی‌زاده بر بنیان اینجور مسائلی است که میخوام بر بشمارم: جامعه قانونمند، تجدد، خرد بنیان بودن جامعه و اعتدال سیاسی. حالا اینا رو میخوام اجازه بدیم بر بشمارم. بیان از این آخری شروع کنیم، اعتدال. چگونه است مردی که در جوانی یک انقلابی دو آتشه هست در زمان انقلاب مشروطه، سخنرانی هایی که تقی‌زاده در مجالس اول و دوم میکنه واقعا نقل زبان افراد بوده در خیابان وقتی میخواستن از انقلابی بودن مجلس و افرادی که در اون نشستن صحبت کنن. خب چی میشه که این انقلابی دو آتشه به اینجا میرسه که با حکومت های رضا شاه و محمد رضا شاه همکاری میکنه؟ شاید بشه گفت 91 سال عمر کرد و لذا در اواخر عمرش دیدگاهش به اصطلاح عوض شد. ولی فکر میکنم که وقتی به آثارش نگاه میکنیم میبینیم که نه، یه چیزی بیش از فرصت طلبی شخصی هست که اینجا این تغییر موزه رو در تقی‌زاده رقم میزنه. حالا من سعی میکنم این نگاه رو بیشتر بشکافم. این رو به عنوان به اصطلاح بنیان بحث مطرح بکنم. این که یادمون باشه اگر میخوایم راجع به تحول سیاسی تقی‌زاده صحبت بکنیم اون زندگی طوفانی رو در خاطر داشته باشه. درسته این نگاه کسی است که در درون گود بوده، دیگه بیشتر از این نمیشه تو درون اون گود بود، و بعد نگاهش از درون اون گود و اون تجاربی که از سر گذرونده است که فکر میکنم به نگاه سالهای بعدش نقش داده. بعضی از حرفهای قضاوتهایی که تقی‌زاده کرده شاید اصلا به مذاق خیلی از ما در این اتاق خوش نیاد. الان من چند تاشو خدمتتون میگم که مشخص بشه که این دیدگاه دیو در مقابل فرشته در مقابل ایشون اصلا صادق نیست. برای مثال تقی‌زاده انقلابی راجع به مجاهدین انقلاب مشروطه که دوستان خودش بودن میگه که بسیارشون خیلی آنارشیست بودن، دزدی میکردن، ظلم و غارت میکردن، زبان عقل حاضر نبودن بپذیرن. من جمله به افرادی مانند حیدر مغلی و عرض کنم ستارخان و باقرخان میگه که توهین‌های امثال سور اسرافیل و آقای مساوات به محمد علی شاه که خیلی دشمنی خودش باش داشت میگه درست نبود. میگه این دو و دیگرانی مانند سید جمال الدین افغانی و ملک المتکلمین و روح القدس بسیار تند روی کردن و این بخشی از اشتباهات ما بود در اون برهه از زمان. میرزا آواخان کرمانی رو نکوهش میکنه برای این ایده که لغات عربی رو باید از زبان فارسی حذف کرد. میگه حرف بسیار بی جایی بوده صحبتهای آواخان کرمانی. تقی‌زاده کسی هست که به همراه مصطفی الممالک، مصدق، مدرس، مشیرالدوله و حسین علا، اینها کسانی بودند که در مجلس با برچیده شدن سلسله قاجار مخالفت کردند زمانی که رضا شاه می‌خواست بیاد سر کنه. اما همین تقی‌زاده حاضر نظرات خودش و دیگران رو هم نقد بکنه. برای مثال وقتی که رضا شاه خدمت سربازی رو اجباری می‌کنه تقی‌زاده سالها بعد می‌نویسه مخالفتی که من و مصدق کردیم با خدمت سربازی اشتباه بود. اون خدمت سربازی برای ایجاد یک ارتش متشکل ملی حرف درستی بود، حرف رضا شاه درست بود و ما بودیم که اشتباه میکردیم. یا در رابطه با مصدق میگه که در موضوع فرماندهی ارتش توسط شاه در سال 32 مصدق افراط کرد.
و تلاش او برای بیرون کردن شاه به خاطر هرج و مرج و اینکه میتونست قدرت به دست کمونیستا بیفته درست نبود. راجع به شخص خود مصدق میگه مصدق رو، چون ببین یادتون اینا در مجلس با هم بودن در زمان رضا شاه، آره همونجوری که خواهم گفت جلسات هفتگی داشتن مصدق و تقی‌زاده با رضا شاه در خونه اون. میگه مصدق فردی بود لجوج، یک دنده، عوام فریب و شهرت طلب، که مثلا با ماشین تا نزدیکی مجلس می اومد، بعد صد قدم آخر رو پیاده می اومد که خودش رو مردمی نشون بده و از این بابت. و میگه خلاصه از این نوع نگاه هایی که ما شاید به افراد می کنیم فرشتوار درست نیست. میرزا کوچک خان رو میگه فردی صادق هست ولی یک مسلمان دو آتشه، که اگر میخواین راجع به کوچک خان صحبت بکنی فقط مسئله انقلابی بودنش نیست و افکار مسلمان دو آتشه بودنش رو هم باید مد نظر داشته باشه. تقی‌زاده همونجوری گفتم کسی است که میشه مدافع تجدد، میشه مدافع سکولاریسم، میشه مدافع اتحاد ملی. این توی نوشته هاش بسیار بسیار هست. ببینین ما راجع به یک نسلی داریم صحبت میکنیم وقتی از تقی‌زاده‌ها داریم صحبت میکنیم که به نظر من، حالا شاید دوستان مخالف باشن، ولی من معتقدم، الان با یکی از دوستان داشتیم همین حرف میزدیم، من فکر میکنم شاید برجسته ترین روشنفکران ایران روشنفکران دوران رضا شاه است. بعد از اون هرچی اومدیم کیفیت رفته پایین، چه زمان محمد رضا شاه چه زمان امروزه ما. شاید یه دلیلش این هست، بسیاری از افرادی که زمان رضا شاه میان و یعنی نه فقط رضا شاه، دوران آخر مشروطیت و دوران رضا شاه هستن، افرادی هستن که هم تجربه تحصیلات حوزوی دارن و خود به اختیار اون تحصیلات رو کنار گذاشتن، رفتن علم جدید رو اختیار کرد. درسته؟ به غیر از تقی‌زاده، ملک الشعرای بهار یه نمونه دیگه از کسانی است که لباس روحانیت داشت، علامه قزوینی، احمد کسروی، مرحوم فروزانفر، مرحوم همایی، فخرالدین شادمان و دیگرانی که میشه اینجا برشمرد. بسیاری از اینها یا خودشون روحانی بودن یا فرزندان روحانیان بودن. درسته؟ با علوم اسلامی و اینها، با ادبیات عرب آشنایی فوق العاده داشتن و اینقدر هم جربوزه و جرأت علمی داشتن که بسیاری سر خود بدون به اصطلاح معلم شروع میکنن به یادگیری علوم دیگر، علوم غربی، و همونجوری گفتم مثلا برای تقی‌زاده به اونجا میرسه که با اینکه اصلا مدرسه ای نرفته بود در این حوزه، میاد در دارالفنون مظفری تبریز شروع میکنه فیزیک درس دادن. از تبریز گفتم اجازه بدین اینم بگم که دعوای اولیه تقی‌زاده با روحانیت چرا ایجاد میشه. بین سالهای 1902 تا 1904، یعنی زمانی که تقی‌زاده بین 24 تا 26 سالش هست، میاد در تبریز به کمک دوست مادام العمرش آقای تربیت، میان چند تا نهاد درست میکنن در تبریز. یه مدرسه تربیت درست میکنن، یک کتاب فروشی تربیت درست میکنن و یک داروخانه درست میکنن و یک مجله خیلی وزینی هم بیرون میدن به اسم گنجینه فنون، که در اینجا بسیاری از نوشته های متفکرین غربی رو مثلا برای اولین بار میبینیم که تقی‌زاده و یا دیگران ترجمه میکنن و اونجا چاپ میکنن. این مسئله خشم روحانیت قشری تبریز رو برمی‌انگیزه و مجبورش میکنن که تمامی این نهادهایی رو که گفتم رو ببند. درسته؟ برای تقی‌زاده که خودش هنوز یک روحانی هست، این کوته فکری روحانیت اولین ضربه‌ای میشه برای اینکه راه خودش رو بخواد از اونها جدا بکنه. یکی از اون ترجمه هایی که گفتم بخشایی از کتاب گوستاو لوبون تحت عنوان تمدن های اولیه رو در سال
که در سال 1889 چاپ شده بود در این گنجینه فنون چاپ میکنه. خودش فرانسه یاد گرفته بود و از اون فرانسه ای که یاد گرفته بود این رو چاپ میکنه. زمانی که ناصرالدین شاه ترور میشه و اعدام میرزا خان کرمانی صورت میگیره، تغییرزاده 18 سالش و از این اتفاقات روش خیلی تأثیر میذاره، چنان که در نوشته های بعدیش اتفاقاتی رو از سر میگذرونه که هر کدوم یک دریچه‌ای رو روش باز میکنن. یک بار میره در قفقاز در سن 27 سالگی و برای اولین بار قطار رو میبینه و عظمت قطار و ریل راهن و اینکه چقدر میشه بار رو به سرعت از این طریق جا به جا کرد، یک چیز دیگری براش یک تلنگری دیگری بوده بر به اصطلاح فکر تغییرزاده برای اینکه چرا باید شروع بکنیم و واقعا تأثیر پذیری داشته باشیم از آنچه در اتفاقات در دنیای غرب میفته. به غیر از این در نوشته های خودش داره میگه که با مهمترین نشریاتی که در زمان خودش چه در ایران چه در امپراتوری عثمانی چاپ میشده آشناست و چه در هند. مثلا میگه که از مالکم خان تأثیر پذیرفته، نشریه حبل المتین رو میخونده، ثریا رو میخونده، پرورش رو میخونده، حکمت رو میخونده، مجلاتی که ترکان جوان در عثمانی چاپ میکردن رو میخونده، با همه اینها آشنا بوده. به علاوه تغییرزاده پل ارتباط ما با نام‌آوران انقلاب مشروطه هم هست. ببینین تغییرزاده میره 1907 طالبوف رو ملاقات میکنه، میره میرزا جلیل محمد قلی‌زاده بنیانگذار مجله معروف ملا نصرالدین رو ملاقات میکنه، میره زین العابدین مراغعی که نویسنده کتاب سفرنامه ابراهیم بیک هست رو ملاقات میکنه، میره محمد امین رسولزاده رو در باکو ملاقات میکنه که میدونین در انقلاب ترکای جوان نقش بسیار مهمی داشت و در اتفاقاتی که در باکو میفته. اینها همه رو خب از تبریز هم بوده، آذری هم بلد بوده، مجاورت بوده، زمین هم داشتن، خانوادگی در اونور مرز، و این سبب میشه که مسافرت‌های زیادی به منطقه قفقاز میکنه و بسیاری از این افراد رو میره در اونجا خلاصه پیدا میکنه و از تجارب اونها درس میگیره. وقتی که مجلس اول به مجلس میره و بعد به توپ بسته شدن مجلس پیش میاد، خب تغییرزاده هم جزی کسانی هست که بسط نشینی رو در سفارت انگلیس میکنه، از کسانی هست که محمد علی شاه خواستار به نام خواستار دار زدن تغییرزاده است و بالاخره با توافقی که سفارت انگلیس با محمد علی شاه میکنن قرار میشه که تغییرزاده رو به جایی که بکشن از کشور اخراجش بکنن، از ایران بره بیرون ولی زنده بمونه و همین شکل میشه و این به یک اولین تبعید 10 ساله تغییرزاده منجر میشه که از 1910 به بعد از کشور میره بیرون. خب میره اون وقت چه کار میکنه؟ تغییرزاده میره انگلستان، میره میپیونده به ادوارد براون در دانشگاه کمبریج، که ادوارد براون هم معرف حضور دوستان هست، شاید بیش از هر انگلیسی در شناختن انقلاب مشروطه کمک کرد. به همراه هم دیگه یک کمیته ای رو از سیاستمداران انگلیس درست کردن به اسم کمیته ایران که اینها مخالف سیاست‌های استعماری انگلستان در ایران بود و تغییرزاده و براون بسیاری از نکاتی رو که این سیاستمداران پارلمان انگلستان می‌خواستن مطرح بکنن بر ضد دولت خودشون رو این دوتا براشون می‌نوشتن و به اصطلاح می‌ذاشتن جلوشون که اونها این حرفا رو بزنن. به کمک هم دیگه، چون برای انگلیسی تغییرزاده اینقدر خوب نبوده، ایده میداده و براون مقاله مینوشته بر ضد محمد علی شاه در نشریات انگلیسی در اون دوره. خب به سبب همین مسائل هم میبینیم که تغییرزاده جایگاه مهمی در انقلاب مشروطه داره، عضو شورای موقت انقلاب مشروطه است، بخش مهمی از متمم قانون اساسی ایران رو که شاید بشه گفت به اصطلاح مترقی ترین بخش قانون اساسی ما متمم هاش هستن رو ما مدین تغییرزاده هستیم.
و نگارش ایشون است. درسته، این هم یک ادای سهم دیگری که به انقلاب اون موقع کرد. خب همونجور گفتم در مجلس دوم هم رهبری گروه اقلیت یا همون حزب دموکرات رو برعهده داشته. بعد از قتل عبدالله بهبهانی اتفاقی که میفته این هست که آیات روزام در عراق میان تقی‌زاده رو مسئول قتل آیت الله میدونن و برادر جوان شوهر خواهرش رو که میرزا علی محمد خان تربیت هست رو میان به تلافی قتل آیت الله بهبهانی ترور میکنن و وقتی که این ترور میشه تقی‌زاده میبینه که جون خودش هم در خطر هست و بنابراین کشور رو ترک میکنه. خب از مجله کاوه گفتم، اجازه بدین یکم بیشتر بشکافیم. چرا مجله کاوه اینقدر در تاریخ روشنفکری و سیاسی ما مهم میشه؟ برای اینکه وقتی نگاه میکنین میبینین واقعا سرآمدان فکری جامعه ایرانی رو تقی‌زاده در برلن جمع میکنه اونجا دور خودش. افرادی از کالیبر کی؟ از کالیبر علامه قزوینی، از کالیبر کاظم‌زاده ایرانشهر، از کالیبر محمد علی جمالزاده، نصرالله خان جهانگیر، آقای راوندی، درسته؟ و بسیاری دیگری که میان دور خودش. 38 سالشه تقی‌زاده وقتی مجله کاوه رو درست میکنه، یعنی بهترین مغزها رو آورده. دوستانم میدونن مجله کاوه دو دوره چاپ میشه، درسته؟ دوره اول که این دوره هست، اینم باید در به عنوان فوتنوت بگم چون مهم است، تقی‌زاده در امریکا بوده، دولت آلمان آن زمان ازش تقاضا میکنه که بیاد برلن و کمک بکنه اونها، چون تقی‌زاده ضد انگلستان بوده، به راه اندازه مجله‌ای که به اصطلاح طرفدار آلمان باشه و بر ضد انگلستان و روسا، درسته؟ و تقی‌زاده این کار رو قبول میکنه، دولت آلمان هم مخارج مجله کاوه رو میده. یه دوره دیگه چه سالی رو میکنه؟ 1916 اینو شروع کرد، یعنی جنگ جهانی اول 1914 شروع شده تا 1919 میره، این دو سال از جنگ جهانی گذشته. یه دوره دوم کاوه داره که 1922 که به بعد هست که جنگ جهانی دوم جنگ جهانی اول دیگه تمام شده، ولی این دوره دوم کاوه دیگه کاملا متفاوت میشه با کاوه اول. این دفعه خیلی میره به سمت ادبیات، درسته؟ در حالی که در بخش اول هم ادبیات هست هم تم سیاسی خیلی قوی و پررنگی رو در این مرحله داره. خب در همون شماره اول مجله کاوه یک سرمقاله است بازم به قلم تقی‌زاده، میاد از چهار اصل صحبت میکنه که میگه ما برای این دوره هم جمع شدیم در این مجله، اون خواست ایدئالی که برای ایران داریم به چهار اصل خلاصه میشه: وحدت ملی، امنیت ملی، رفرم بروکراسی دولتی و رفرم نحوه انتخاب مسئولین، انتخاب سیاستمدار. این چهار تا رو به عنوان چهار اصل میگه و ادعای من این است که تقی‌زاده تو آخر عمر هم و واقعا در کارشش میده که به این چهار اصل متحد مون تا آخر عمرش. مخالفتی که مثلا میکرد با زبانهای دیگر یا با میرزا کوچک خان و دیگران دقیقاً برمیگرده به همین بحث وحدت ملی، که یادمون باشه در این زمینه هم تنها نبود. شما اگه به افکار ملک الشعرای بهار هم نگاه بکنید میبینید که ملک الشعرای بهار هم مخالف جدی میرزا کوچک خان و میگه این جدایی طلبی ها فلان به مملکت ضربه میزن. برای میخوام میگم یعنی تافته جدا بافته نیست، افراد دیگری هستن که این حرفا رو دارن میزن. خب 1920 تقی‌زاده اون حرف مشهورش رو میزنه که شاید در بین مردم عامه تقی‌زاده با این جمله شناخته میشه، درسته؟ اون جمله مشهور چی بود؟ میگفت که ما باید از فرق سر تا ناخن پا باید غربی بشیم، درسته؟ و خب این حرف تقی‌زاده همونجوری که میدونیم بعد دستمایه انتقادهای بسیار زیادی از طرف اشخاصی مثل جلال آل احمد شد و دیگران که بهش میگفتن خب تو سرآمد غرب گرایی بودی در ایران، غرب زده بودی به عبارت.
40 سال بعد از اینکه این حرف رو زد، تقی‌زاده یک سخنرانی میکنه در باشگاه مهرگان و در اونجا اون حرف اولیه خودش رو پس میگیره به یه شکلی. میگه من شاید افراط کردم در اینکه به اصطلاح این حرف رو زدم. ولی جالبه شاید براتون بدونید، تقی‌زاده هم تنها نبود. یک کتابی هست به اسم نامه های علامه قزوینی به تقی‌زاده. اگر به اون کتاب رجوع بکنین میبینین که علامه قزوینی وقتی تقی‌زاده میگه ما از فرق سر تا ناخن پا باید غربی بشیم، یک کسی مثل علامه قزوینی که دیگه از لحاظ تربیت سنتی و فلان بیشتر از اون نمیتونستیم پیدا بکنیم، به تقی‌زاده میگه من کاملا از تمامی حرفایی که تو میزنی دفاع میکنم و در پاریس هر کس بر ضد تو داره حرف میزنه و این تزی که تو دادی، من در اونجا جلوشون وای میستم و دارم از حرف تو دفاع میکنم. برابری میخوام بگم این ایده با خاطر نزدیکی فوق‌العاده‌ای که تقی‌زاده و علامه قزوینی با هم داشتن و بعدش هم ارتباطی که با اون ادوارد براون داشتن، شاید یکم نگاه اینها رو متفاوت کرده. گفتم که وحدت ملی درسته، نه تنها با مسئله مستقل شدن آذربایجان اینها مخالفت میکنه، با تلاشای شیخ محمد خیابانی مخالفه، سرکوب کردن شیخ خزعل رو توسط رضا شاه برخلاف مدرس امر درستی ارزیابی میکنه تقی‌زاده و میگفت باید خزعل رو سرکوب میکرد رضا شاه برای اینکه بتونه اون وحدت ملی در اونجا به وجود بیاد. برای ببینید این ایده رو، وحدت ملی رو، من الان خدمتتون گفتم 1916 این حرفا رو زده، درسته؟ یعنی سالها قبل از اینکه حتی رضا شاه به حکومت برسه. بنابراین این حرف که ما فکر بکنیم تقی‌زاده این حرف رو میزنه چون رضا شاه ازش خواسته، کاملا غلط است. اینها نسلی از روشنفکران بودن که حالا باز من نمیخوام خیلی به حاشیه برم، ولی اگر اجازه بدین این رو مطرح بکنم. ببینید من فکر میکنم ما در تاریخ، من به عنوان کسی که خودم علاقه‌مند به تاریخ روشنفکری ایران هستم، فکر میکنم یک برهه بسیار مهم تاریخ ایران رو ما به شدیداً ظلم کرد و متاسفانه اکثر تاریخ نگارای ما از روی این دوره 13 ساله پریدن و واقعاً دوزاریشون نیفتاده که چقدر اون دوران دورانساز بوده. شیفتگی ما به انقلاب مشروطه سبب شده که وقتی انقلاب مشروطه شکست میخوره فکر میکنیم که دیگه اتفاقی نیفتاد تا کودتای رضا شاه شد. ولی از خودمون نمیپرسیم از زمان شکست انقلاب مشروطه تا کودتای رضا خان در اون مدت چه اتفاقاتی افتاد. ببینید اتفاقات فوق‌العاده است. من در این کتاب تراشیدم پرستیدم شکستم که 4 تا مقاله راجع به زمان رضا شاه است، اینا رو مفصل گفتم که عوامل مختلفی صورت میگیره. جنگ جهانی اول میشه، این قبایل تو ایران به تفنگ‌های پیشرفته دسترسی پیدا میکنن، 36 تا کابینه در ایران میاد و میره، عزلشون میکنن دولت‌های خارجی، حالا چه رو انگلیس باشه چه روس باشه، و بسیاری از روشنفکران حساس دوران مشروطه ما مثل تقی‌زاده که در درون گوت هست، به نظر من اینها یک تحول فکری برشون صورت میگیره. تحول فکری اونها چیه؟ میگن که یک چیزی مهمتر از آزادی هست. اگر در انقلاب مشروطه حرف اول رو میگفتن آزادی میزده، حالا میگن تا امنیت برقرار نشه حرف زدن از آزادی پوچ است. برخلاف تاریخ غالب روشنفکری ما که فکر میکنه رضا شاه تفنگ گذاشته روی به اصطلاح مغز این افراد و گفته چون من صحبت از امنیت میکنم شما هم باید بگین، به نظر من این تاریخ نگاری کاملا بیراه رفته. نه، اگر برگردید به اون 13 سال نگاه بکنید میبینید که بسیاری به این درک رسیدن که این حرف افلاطون هم هست. صحبت کردن از آزادی وقتی امنیتی وجود نداره حرف ابلهانه است. کی قرار ضامن آزادی شما باشه وقتی امنیتی نیست؟ درسته؟ و این روشنفکران بسیارشون متحول شدن. چرا ملک الشعرهای بهار وقتی که رضا شاه میاد
قصیده در طرفداری از رضا خان می نویسه، به خاطر که همه فکر میکردن حالا این نظام ملوک الطوایفی قرار عوض بشه، یک نظمی برقرار بشه که اون خواسته های دوران انقلاب مشروطه واقعا بتونه حالا جامعه عمل بپوشه، درسته؟ مثل همون مسئله آزادی. بنابراین این مخالفت ها هم یه مقدار از این بابت بوده باشه، اشخاص مثل خیابانی و دیگران. خب تغییرزاده معتقده دو تا مانع بسیار جدی بر سر راه تجدد در ایران هست. اون دو تا مانع چی هست؟ میگه بیسوادی عامه مردم و تفکر سنتگرای مذهبی. و ما اگه بخوایم تجدد رو به ایران بیاریم باید با هر دو اینها مخالفت کنیم. من دیشب خدمت بعضی دوستان اینو گفتم، برادرزاده تغییرزاده برای من نقد میکرد که این میرزا بنویس تغییرزاده بوده، میگه از داییش میپرسه که چرا شما بالاخره از کسوت روحانیت بیرون اومدی، و تغییرزاده جمله جالبی میگه که من به این نتیجه رسیدم که دو تا عین با همدیگه جور نیستن، عقل و عمامه، و باید یکی رو انتخاب میکردم و لذا عمامه رو کنار گذاشتم، عقل رو پیشه کردم. بله، عرض کنم که یادمونم باشه آقای تغییرزاده بخش زیادی از زندگیشو در آلمان میگذرد، پیشرفت‌های چشمگیر آلمان روش تأثیر بسیار زیادی گذاشته، یعنی هم مدرنیزاسیون رو میخواد. شما من در این خیابونای وین این چند روز قدم میذارم، واقعا این ساختمون‌های عظیم و فوق‌العاده رو که آدم میبینه میتونه بفهمه که چه شکلی نسل مانند تغییرزاده اینها واقعا شیفته و اون به اصطلاح پیشرفت تکنولوژی اون زمان آلمان شده، و اینکه دیدگاه علمی چه، حالا باز وقتش نیست، تمام تحولات علمی که در باز با این برهه از زمان صورت میگیره که باید به زندگی تغییرزاده هم مربوط هست، اون هم به باز شدن افق و فکری ایشون به اصطلاح نقش داشته. تغییرزاده ضمناً اینم بگم معتقد بود که باید از کشورهای خارجی کمک گرفت. معتقد بود برای مثال میگفت که از آلمان باید کمک گرفت برای انتشار مجله کاوه، درسته؟ وزارت امور خارجه آلمان پول اونجا رو میداد. اومدن مورگان شوستر رو به ایران و کمک دولت امریکا رو بسیار مفید میدونست، و اتفاقا بحثش این بود، میگفت که اگر امریکا نبود انگلستان ایران رو هم زمینه خودش میکرد، درسته؟ برای بیرون کردن شوروی از آذربایجان معتقد بود اگر امریکا اولتیماتوم به اونها نمیداد باز هم این مسئله صورت نمیگیره. برابری خیلی به شکل کانسیستنت و مستقیم در زندگیش همیشه معتقد است ما باید از قدرت‌های خارجی برای پیشبرد منافع خودمون استفاده بکنیم، و اینو هیچ تناقضی با حس ملی‌گرایی خودش نمیده. یا حتی در نوشته‌هاش میگه هم رضا شاه و هم مصدق بیش از حد به انگلستان سوء ظن داشتن، هر دوتا خیلی تئوری توطئه بودن در رابطه با انگلستان، و میگه ما نتونستیم به خاطر این دیدگاه چه رضا شاه چه محمد مصدق از ظرفیت هایی که میتونستیم به نفع ایران استفاده بکنیم از دولت انگلیس اون موقع استفاده بهینه بکنیم. حالا به غیر از سیاستمداران یه بچه دیگه تغییرزاده که من رو شیفته خودش میکنه این هست، تغییرزاده فقط نقدش به حاکمین نیست، تغییرزاده از نادر روشن فکران ما هست که به جای توده‌گرایی معتقد باید خلقیات نادرست مردم رو نقد بیرحمانه کرد. میگه چی؟ میگه چرا ما ایرانی ها اینقدر در بین ما خود بزرگ بینی، سطحی نگری، باور به قضا و قدر، فیتالیسم، درسته؟ تئوری های توطئه، اینقدر افراطی‌گری، اینقدر پرستش گذشته، نیاکان، اینقدر شایعه پراکنی، اینقدر یک کلاغ چهل کلاغ کردن،
مثلا اینکه ما به جای اینکه بگیم یک بار بهت گفتم، میگم 100 بار بهت گفتم، 1000 بار بهت گفتم این کارو نکن. میگه چرا ما باید این نوع خصوصیات عامه مردم رو بپذیریم؟ مگر در غرب با این نوع خصوصیات مبارزه نکردن که به اینجایی که رسیدن؟ چرا ما باید به اینها مهر بزنیم؟ دوستانی که کتاب دوست تقی‌زاده جمال‌زاده رو خوندن، درسته؟ خلقیات ما ایرانیان، هم میبینن که درست اون هم همین تم رو داره دنبال میکنه. به عبارتی تقی‌زاده میگه باورها و استانداردهای عامه مردم رو فقط به این خاطر که مردم دارن این حرف رو میزنن رو نباید پذیرفت. برای همینه از این نگاه بیرون میاد و شروع میکنه در زمان خودش، یعنی فکر کن این حرفایی که میخوام براتون بخونم چند تا نقل قول راجع به آزادی زنان هست، فکر بکنه این حرفا رو داره 100 سال پیش میزنه. یه اعتبار دیگه هم برای تقی‌زاده هست. وقتی که در امریکا هست، اولین کارمند زن ایرانی رو استخدام میکنه. خانمی بوده به اسم زهرا خانم حیدری در سال 1926 که به اصطلاح کارمند دولت ایران میشه به خاطر نقشی که تقی‌زاده داشته. اونجا هم تقی‌زاده تأثیر پذیرفته بوده از نقشی از زنان امریکا که میبینه و حالا کارهای دیگه هم میکنه. مثلا اون کتاب مشهور گاه شماری در ایران قدیمش رو تقدیم به همسر آلمانیش میکنه. اجازه بدین گفتم راجع به زنان این چند تا نقل قول رو براتون بخونم که ببینین نگاه این فردی که از پیشینه مذهبی میاد حالا با روحانیت چجوری زاویه پیدا میکنه. میگه یا آقایان شریعت مآب تهران که دعوی احاده بر علوم فرنگی نیز از مطالعه دو سه کتاب عربی مصری دارن، با کمال جرأت دو سه فقره اختلافات تشریحی استخوانبندی بدن زن را با مرد دلیل جواز و بلکه وجوب محبوسی وی، معامله چارپایان با او، اسارت، بیتربیتی، طلاق بیجهت، تعدد نکاح، بی‌اعتنایی به رأی او در ازدواج، خرید و فروش او، ظلم و کتک و غصب مال و جبر و تسلط و خلاصه وضع ننگین و چرکین حالیه ذکر می‌فرمایند. در صورتی که 101 و بلکه 1001 وضع نسوان شرق را در نزد ارتجاعی ترین فرنگی های عالم نمی‌شود ذکر کرد بدون آنکه مسخره کنند و گوینده را وحشی خوانند. نقل قول بعدی میگه فقیهی هم که نگاه به نامحرم و شنیدن صدای لطیف دختری 11 ساله را گناه میشمارد، با جوان بلهوس آرایش کرده که شب تا صبح در قهوه خانه ها با دختران زیبا و لولیان هر جایی میرقصد، در نظر انسان عارف فرق زیادی ندارد. نقل قول بعدی میگه شاید گاهی به نظر بیاید که چون زن هم مثل مرد انسانی است دارای تمام صفات و کمالات انسانی و ذوق و هر چیزی را از شئون انسانی که مردها دارند زنها هم دارند، پس چرا اغلب سخنگویان در مجالس مردان از مقولات گوناگون علمی، فلسفی، ادبی، اجتماعی، سیاسی، ذوقی و روحانی حرف میزنند و تا به محفل زنها رسیدن فوراً از مقوله کار زن، وظیفه زن، حق زن، تکلیف زن و امور خانوادگی و غیره، یعنی آنچه راجع به جنسیت زن یا عوارض دختری و مادری و زوجیت اوست صحبت می کنن. چرا در مجالس مردان کسی از خواص مرد و تکالیف مرد از حیث مردی و شوهری و پدری و عیالداری و زندگی آنها با زنهای خود حرف نمی زنن و از شاهنامه و الف لیله گرفته تا عقاید علمای مصر در فلسفه و امور اجتماعی و نهضت‌های جدید فکری قرن حالیه داد سخن می‌دهند و تا زنی را ببینن از تکالیف عصمت و عفت و اخلاق و خانه‌داری و بچه‌داری سخن می‌گویند. درسته؟ ببین این حرفا رو 100 سال پیش زده. حالا ما دوران جمهوری اسلامی رو داریم که بماند. خب اجازه بدید یکم راجع به دوران رضا شاه بگم. من نمیدونم چقدر وقت دارم آقای امیری. وقت دارید. مرسی. راجع جانم میگم خواهش می‌کنم. لطفاً راجع به دوران رضا شاه تقی‌زاده میگه که رضا شاه فرنگی مآب ها رو دوست نداشت. این لفظ استفاده میکنه، فرنگی مآب ها رو. میگه که به همین خاطر
خودش از قبول شغل وزیر امور خارجه که رضا شاه بهش پیشنهاد میکنه این سر باز میزنه. تقی‌زاده‌ای که وزیر رضا شاه است میگه که او، یعنی رضا شاه، داور رو مجبور به خودکشی کرد. رضا شاه رو خیلی خوب میشناسه چون با رضا خان همونجوری که گفتم همراه با مصدق، مصوفی الممالک و مشیر الدوله و آقای علا اینها جلسات هفتگی داشتن در خانه رضا خان و خیلی خوب همدیگه رو میشناسه. تیمورتاش که اون هم باز در هیئت وزران همکارش بوده میگه که تیمورتاش در تقلب در انتخابات نقش خیلی زیادی داشت. تقلب میکرد. و بالاخره هم خود رضا شاه اون رو از سر را برداشت. چرا؟ چون تیمورتاش رو جدیترین رقیب برای سلطنت پسرش میدونست. میگه تیمورتاش آدم بسیار کاردانی بود و رضا شاه واقعا ازش میترسید. و فکر میکرد که این میتونه امور رو طوری بکنه که محمد رضا شاه به حکومت نرسه. میگه در انتخابات دستکاری میکردن و این حرفو میزنه و از کار بیرونش میکنن و میگه که در نوشته هاش هست که چه مدت پلیس در خونه خود تقی‌زاده مواظب رفت و آمدش هست. راجب زکالملک فروغی، یه فرد دیگه، من باز راجبش خیلی احترام قائل هستم، میگه که وقتی که رضا شاه با تیمورتاش بد شد و مجبور به خودکشیش کرد، در هر جلسه ای که حرف از تیمورتاش میشد، حرفای رکیک و بد رضا شاه راجع به تیمورتاش میزد و میگه خیلی فاجعه هست که زکالملک فروغی در همه این موارد حرف رضا شاه رو تایید میکنه در رابطه با بدگویی از تیمورتاش. یعنی ببینیم وقتی که این حرفا رو میبینیم یه مقدار این دیده که تقی‌زاده مثلا چه میدونم وزیر مطیع رضا شاه هست رو شاید باید یکم متفاوت شد. یه نمونه براتون، دو تا نمونه براتون خدمتتون میگیرم. یه مجله فرانسوی شروع میکنه مقالات ضد رضا شاه نوشتن. اون موقع تقی‌زاده سفیر ایران در فرانسه است. رضا شاه بهش امر میکنه که به این مطبوعات فرانسه باید بگین که دیگه حرف بد راجع من نزنن. و تقی‌زاده بهش میگه قربان، اینجا آزادی هست در کشور فرانسه و مطبوعات میتونن هر چی بخوان بنویسن و ما جلوی اینکه جلوی توان جلوگیری از این کارو نداریم. رضا شاه خیلی برآشفته میشه از اینکه تقی‌زاده این کارو نمیکنه و این رو به حساب این میذاره که این نخواسته. درسته نخواسته این کارو بکنه ولی فهم میکرده قدرت سفیر ایران باید در فرانسه اونقدر باشه که جلوی مطبوعات فرانسه رو بگیر. اما همین تقی‌زاده فردی هست که رضا شاه اونقدر عقلش میرسه که آدم کاردانی هست. برای همین هم وقتی مذاکرات جدی قراره با بلشویک ها صورت بگیره یا با انگلیس ها صورت بگیره، در این زمان برای مثال تقی‌زاده شده استاندار خراسان، 9 ماه بیشتر استاندار خراسان نیست، بهش میگه من احتیاج دارم که تو بری سفیر بشی در انگلستان و اون شغل خراسان رو ول کن و بیا برو اونجا. یا مثلا 1 سال بعد از زمامداری رضا شاه 1926 میلادی جشن 150 سالگی تأسیس امریکاست. درسته در امریکا جشن بزرگی است. تقی‌زاده رو ازش میخواد که رئیس هیئت نمایندگی ایران رو در امریکا بر عهده بگیره بره در اونجا. خب دعوای اصلی، یعنی دلخوری اصلی بین تقی‌زاده با رضا شاه سر قرارداد 1933 نفت است. درسته؟ او این زمان وزیر عدلیه است و به تبع کسی هست که باید قرارداد 1933 رو از طرف ایران امضا بکنه. تقی‌زاده تو نوشته هاش میگه که این بزرگترین جرم، همونجوری گفتم مصدق میگه خیانتی که تقی‌زاده با قرارداد 1933 کرد، هیچ ایرانی اینقدر به کشور خیانت نکرد. ولی وقتی از جانب تقی‌زاده داستان رو نگاه میکنیم، تقی‌زاده میگه تیمورتاش سالها قبل از این قرارداد به طور مستقیم و مستقل از طرف شاه
مأمور مذاکرات بوده با انگلستان سر این قرارداد. و آخر داستان که رسه و این مخالفتش هم در یه جلسه علنی به رضا شاه میگه، ولی اون بهش امر میکنه که تو باید امضا کنی. برای اینکه ناراحتی خودش رو نشون بده با یک خودنویس طلا این رو امضا کردن. تقی‌زاده میگه بلافاصله بعد از امضا من این خودنویس رو فرستادم به دربار که یعنی مسئولش خودتی. و اون جمله مشهورش میگه که میگه ما فقط آلت جرم بودیم. درسته؟ بله. و این به اصطلاح خواسته رضا شاه بود. یا مثلا یه نمونه دیگه، فرهنگستان زبان در ایران که زمان رضا شاه تشکیل میشه، هر لغت جدیدی که ایجاد میکردن باید از رضا شاه اجازه میگرفت. درسته؟ 1935، یعنی باز هنوز رضا شاه سر کاره، تقی‌زاده یک مقاله مینویسه انتقاد میکنه، میگه آخه یعنی چی؟ شاه مملکت چرا باید راجع به تصویب لغات صحبت بکنه؟ این که حوزه تخصص ایشون است. یه درگیری دیگه ای هم که با رضا شاه پیدا میکنه سر این داستان. ببینین، حرفی که من میخوام بزنم اینه که شما وقتی که دولت مرد و روشن فکر شدین، درسته، با حکومت های مانند رضا شاه همکاری میکنین، این هم به قول معروف بخشی از اون سفره ای است که جلوتون پهن خواهد شد. و اون سیاستمدار، حالا چه تقی‌زاده باشه، چه فروغی باشه، چه علی اصغر حکمت باشه، چه هر کسی دیگه، فخرالدین شادمان باشه، اونها باید تصمیم بگیرن که تا کجا میخوان با این حکومت همکاری بکنن چه همکاری نکنن. دوران محمد رضا شاه، درسته؟ خب 6 سال اول دوران محمد رضا شاه، یعنی از 1941 تا 1947، تقی‌زاده که در اون زمان انگلستان بود، زمان جنگ جهانی دوم، محمد رضا شاه ازش میخواد که سفیر ایران در انگلستان بمونه. اونجا مدرس دانشگاه لندن بود، ولی بعدش میشه سفیر ایران در انگلستان. و خب سفیر ایران در انگلستان از وقتی که مسئله آذربایجان پیش میاد. و حالا محمد رضا شاه اون هم کسی بهتری از تقی‌زاده رو پیدا نمیکنه برای اینکه بره اعاده دعوا بکنه در سازمان ملل در نیویورک. و بهش میگه از لندن برو نیویورک و اونجا مسئله آذربایجان رو تو مطرح کن. یادمون باشه. چرا؟ چون ببینین، تقی‌زاده همونجوری گفتم 1924، یعنی 22 سال قبلش هم این تجربه مذاکره با روسا رو داشت. درسته؟ پس فرستادنش به نیویورک به نظر میاد امر کاملا عاقلانه بود، چون کسی بود که یک سال و نیم قبلا با اونها مذاکره کرده بود سر این مسئله. خب اجازه من میخوام تو بحثا رو به پایان برسونم. همونجوری که میدونیم به غیر از این دوره‌ای که تو مجلس بود و اینها، تقی‌زاده از 1950 تا 55 رئیس مجلس سنا هم میشه. درسته، اولین رئیس مجلس سنا هست. حالا شاید میشه گفت به اصطلاح مجلس تشریفاتی هست. ولی در اینجا هم خیلی جالبه، اون عشق اولیش، یعنی عشق علمی که داره، حتی زمانی که رئیس مجلس سنا هست شروع میکنه به رفتن، ادامه میده به شرکت کردن در کنفرانس های مهم شرق شناسی در سراسر دنیا. مثلا میره ایتالیا، در اونجا شرکت میکنه به اصطلاح با مستشرقینی که راجع به ایران دارن اونجا کار میکنه. آدم فاسدی هم نبوده. خیلی جالبه بدونین، شاید تقی‌زاده در آخر عمرش مریض میشه. درسته، انقدر بی پوله، احتیاج داره که برای معالجش بره خارج از کشور. این آدمی که از انقلاب مشروطه فکر کنین در مشاغل مهم از آخرش هم رئیس سنا شده، انقدر بی پوله که مجبور میشه کتابخونه خودش رو به دانشگاه تهران بفروشه به قیمت 50,000 تومان اون سال، در سال 1341، که خرج رفتنش به سر معالجش ایجاد بشه. یعنی خیلی آیرونیکه، کسی که مؤسس کتابخونه سنا هست رسه، خودش مجبور میشه کتابخونهش رو بفروشه که معالجش کنه. محمد علی جمالزاده اون زمان یک نامه مینویسه به دربار، میگه که این کتابخونه تقی‌زاده یک کتابخونه بی‌نظیر هست، قیمتش حداقل 3 یا 4 برابر این پولیه که شما بهش دادی. ولی این آدم به خاطر به اصطلاح فقرش
مجبور هست که این کتابخونه رو بفروشه که خرج دوا و درمانش بکنه، بعدش هم به اصطلاح برمیگرده برای ایران میمیره و خانومش بعد از مدتی. در رابطه با دکتر مصدق حرف جالبی میزنه تقیزاده. تقیزاده میگه خواست مصدق درست بود راجع به ملی کردن نفت، ولی شیوه دست یافتن به اون رو قبول نداره. میگه مصدق میتونست خیلی بهتر از این کاری که انجام داد، بازم میگه به خاطر همون لجاجت و سوء ظنی که نسبت به انگلیس‌ها داشت، میگه مثلا کار رو خراب کرد. تقی‌زاده به غیر از دفاع از اون انقلاب‌های تو ایران، در انقلاب ترکان جوان در ترکیه هم بسیار نقش فعالی بازی میکنه و با بسیاری از کسانی که مثلا اون روشنفکرانی که خوراک فکری برای انقلاب ترکان جوان ایجاد میکردن، این رابطه بسیار نزدیک داشت. درست همونجور گفتم مقالاتشون رو میخونه اینا. و برای مثال، ولی باز هم اون راجب شجاعتش رو بخواییم صحبت بکنیم، وقتی قتل عام ارامنه صورت میگیره، کسی نیست که به خاطر دوستیش با ترکان جوان قتل عام ارامنه رو روش سرپوش بذاره و محکومشون میکنه راجب کشتار ارامنه. اولتیماتوم روس‌ها که میاد برای اخراج مورگان شوستر، یکی از معدود سیاستمدارای ایرانی که در مقابل روس‌ها برای قدرت اون زمان بودن موضع میگیره و محکوم میکنه راجع به بیرون کردن شوستر، تقی‌زاده بود. تقی‌زاده خب همونجوری که میتونین حدس بزنین بخش زیادی از عمرش هم برمیگرده به دورانی که گروه 53 نفر و حزب توده هم شکل میگیره. درسته؟ همونجوری گفتم وقتی لنین فوت میکنه پیام تسلیت میفرسته از طرف خودش به دولت شوروی برای مرگ لنین. ولی هیچ وقت علاقه به کمونیسم پیدا نمیکنه. در نوشته هاش هم میگه وقتی من این سالهای 22 تا 24 رو اونجا بودم و شوروی رو از نزدیک دیدم که خیلی از اون چیزهایی که در ایران راجع به کمونیسم مطرح شده بود آنچنان جالب نیست. این هم شاید براتون جالب باشه. یه نامه ای هست در مجله آینده که مرحوم محمود افشار چاپ میکرد، چاپ شده. نامه ای هست در سال 1923، درسته؟ تیمورتاش نوشته به تقی‌زاده. تیمورتاش اون موقع در ایران، تقی‌زاده خارج از کشوره، به تقی‌زاده میگه افکار چپی در ایران داره رشد میکنه، ما به یه نفری از کالیبر تو احتیاج داریم که بیای ایران و با افکار چپ مخالفت بکنی. البته تقی‌زاده به دلایل خودش میگه من مثلا بر نمیگرده اون زمان ایران، ولی میخوام بگم که هنوز ببینین هنوز تیمورتاش هم به مقامی نرسیده، هنوز رضا شاه هنوز شام نشده، دو سال هنوز مونده به تاجگذاری رضا شاه. ولی نگاه بکنین این پیشینه افراد رو، حالا چه تقی‌زاده باشه چه تیمورتاش، که اینا واقعا چه تحول فکری رو از سر گذروندن توی این دوران که زمانی که به دوران رضا شاه میرسه دیگه اون حرفا رو به اصطلاح انجام میده. من رشته درسی خودم علوم سیاسی است، به خصوص تخصص روابط بین الملل. وقتی نوشته های تقی‌زاده رو میخونم واقعا یه جنبه دیگه که به غیر از اون دانش عمیقی که از فرهنگ ایران داره که حالا ما فرصت نشد راجع به نوشته‌های علمیش صحبت بکنیم، ولی یه چیز دیگه که واقعا برای من جالبه درک عمیقی داره که از روابط بین الملل داره. ببینید همونجوری گفتم این با مهمترین سیاستمداران دوران خودش، چه از آلمان هیتلری باشه چه از بولشویکا باشه چه انگلیس بوده چه امریکا بوده، این مجبور به مذاکره بوده. بنابراین خیلی خوب روابط بین الملل رو شناخته، ظرفیت های روابط بین الملل رو شناخته و یک پختگی درش در نوشته هاش هست راجع به درک موقعیت جهانی ایران که متاسفانه من فکر میکنم حتی تا امروز هم در این جنبش مهسا هم شاید ما شاهدش بودیم، متاسفانه خیلی از ماها اون یه مقدار خام پندارانه به روابط بین الملل نگاه میکنیم و وقتی آدم نوع تقی‌زاده رو میبینه افسوس میخوره که چرا ما این چیزها رو نداشتیم. اگر میخوام خلاصه بکنم
این زندگی فکری تقاضا داره، اجازه بده اینو بگم. فردی که یه عمر رو در بازار سیاست گذرونده و واقعا در وسط گود بوده، به نوشته هاش که میرسه، یکی از این کتاب های 18 جلدی که خدمت دوستان گفتم هست درباره تعلیم و تربیت. این اگر هیچی از تقاضا نمیخونین، این یک کتاب من واقعا پیشنهاد میکنم بهش نگاه جدی بکنی. توی این کتاب میگه که من در جوانی دل بسته بودیم به تغییر سیاسی، ولی هرچه سنم بالاتر رفت فهمیدم که تغییر انقلابی در ایران، تغییر ساختاری، باید در نظام آموزش و پرورش باشه، نه در حوزه سیاست. ببینید دوستان، اون موقع در زمان رضا شاه یه بحثی صورت میگیره، علی اصغر حکمت میاد یه حرفی میزنه در یکی از جلسات کابینه، داشتن تعریف میکردن از همه چیزهای جدیدی که در کشور ساخته شده. علی اصغر حکمت به رضا شاه میگه بله همه این چیزهایی که میگین خیلی عالی هست، ولی یه چیزی تو این مملکت کم هست و ای کاش ما اون دونستیم داشته باشیم. رضا شاه بهش میگه چیه؟ میگه دانشگاه. میگه دانشگاه نداریم، که بعد به خود حکمت میگه که پس برو دانشگاه تهران رو به سر ایجاد بکن. تقی‌زاده مخالف دانشگاه بود، نه اینکه مخالف رفتن به دانشگاه است. میگه اولویت برای مملکتی مثل ایران تربیت عامه است، اونی که مردم سواد نوشتن، خواندن و نوشتن پیدا بکنن، نه اینکه برن در دانشگاه مدرک پیشرفته بگیرن. در اون زمان داریم صحبت میکنیم دیگه، در دهه 1930 میلادی که دانشگاه تهران داره ایجاد میشه. در بسیاری از این نوشته ها، یکی از مجلات ایران تو اون زمان این رو به عنوان یک سوال مطرح میکنه، میگه که به نظر شما باید در ایران دانشگاه ایجاد بشه یا تأکید باید پول دولت باید بره صرف آموزش عامه باشه. خب در اون زمان با توانایی مالی که داشتن، تقی‌زاده مقالات مفصلی می‌نویسه، میگه که این آموزش اولیه است که داره. چرا؟ اون خرافه پنداری که داشتیم ازش صحبت می‌کردیم، معتقد بود تنها از طریق این آموزش عالی میشه چیز کرد، کم کردن نفوذ روحانیت رو میگفت با بالا رفتن سطح آموزش عالی داره صورت میگیره. یعنی ببینید این حرفایی که میگم داره میزنه، حالا من تو این سخنرانی به خاطر نیاز دارم جسته گریخته به بخشای مختلفش میگم، ولی وقتی کنار هم میذاریم میبینی که الگوی فکری یه الگوی فکری خیلی منسجم هست. حرفایی که داره میزنه چه در حوزه سیاست خارجی، چه در حوزه اینکه نگاه تجدد معاب باید به ایران چی باشه، درک خیلی به اصطلاح منسجمی رو داره جلو میبره. خب دقیقاً از همین بابت هم است که دست همکاری با رضا شاه میده. توی یکی از نوشته‌هاش میگه که اگر ایده‌آل ما آموزش و پرورش هست، نظم رضا شاهی این آموزش و پرورش رو امکان پذیر میکنه. در غیر این صورت وقتی که مملکت ملوک الطوایفی است و شیخ خزر این کارو میکنه فلان میکنه، صحبت از آموزش عامه حرف به اصطلاح بی ربطی است. یه نکته دیگه هم خدمتتون راجع به این بگم. قبل از رضا شاه، خب تقی‌زاده شاهد رفرم ها و تغییرات آتاتورک هم در ترکیه بود، درسته؟ اون رو هم بازم یادمون باشه، کسی هست که زبان ترکی بلده، خیلی راحت بدون واسطه میتونست از تحولات ترکیه جدید هم با خبر باشه. اون هم روش تاثیر گذاشته و این حرفا رو میاره توی نوشتاش میگه. جدی بودن خودش راجع به آموزش پرورش هم یه نمونه خدمتتون بگم. یه کتاب مینویسه به اسم از پرویز تا چنگیز برای محصلین دبیرستان، چون میگه که تاریخ رو باید به این بچه‌های مدرسه‌ای درس داد. و خب این کتابی که میخونیم میبینیم مثل همون کتابای تاریخی که ما زمان محمد رضا شاه خوندیم، شاید خیلی ابتدایی هست، ولی تقی‌زاده خب بدون شک به خاطر دانشی که داشت میتونست خیلی سطح بالاتر از این بنویسه کتاب رو، ولی چون معتقد بود باید اون آموزش عامه رو مطرح کرد، خودش هم آستین بالا میزنه و اینو به اصطلاح کتابی رو بیرون میده. به نظر من اگه بخوام تمام بکنم، به نظر من تلاش تقی‌زاده و بسیاری دیگه از این دوستان هم دوره خودش که دوران مشروطه و رضا شاه رو عمدتاً به اصطلاح میشه
از لحاظ زمانی برج زمانی راجعش صحبت کرد، ایران معتقد به برساختن یک هویت ایرانی هستن مبتنی بر فرهنگ و تمدن و تاریخ و نه لزوماً مذهب شیعه. ببینید دوستان، کشتی فکری مهم اون زمان جامعه ایران رو به خاطر داشته باشید. اون زمان کشتی فکری باید با تفکر روحانیت انجام میشد، درسته؟ و این افرادی که بسیاری از این نام هایی که من برشمردم رو، اینها این شکلی به داستان نگاه میکردن. مثلا راه آهن رو وقتی این رو وقتی نوشته خود تقی‌زاده رو میخونی راجب راه آهن این رو میگه، میگه که راه آهن که خب یکی از خواسته های ما در دوران انقلاب مشروطه بود. حالا چجوری من بخوام زمانی که رضا شاه داره این کارو میکنه بیام با این چیزی که خواسته خود ما در زمان انقلاب مشروطه بود مخالفت بکنم؟ درسته؟ پس یعنی یه سری چیزها به نظر من تداوم خواسته های انقلاب مشروطه است که در دوران رضا شاه این نوع افراد دارن با پیوستن به دستگاه حاکمه، با همون دولت مرد روشن فکر شدن سعی میکنن به اجراش بذارن. حالا هر کس به وسع خودش، فردی مثل احمد کسروی هم ما داریم، میره 10 سال در قوه قضاییه کار میکنه دیگه در اون دوران، درسته؟ اون هم ادای سن به شکل خودش میکنه. اینها همه برای اینکه فکر میکردن جامعه ما نیازمند یک جدال فکری هست با اون چیزی که نماینده تفکر مذهبی و سنتی هست، و اینها میخواستن اون تفکر سکولار رو بیارن، گاهی از طریق کار صرف علمی، گاهی از طریق استفاده از دستگاه حکومت. ببین شوخی نیست دیگه، شما وقتی مثلا یه فردی مثل علی اکبر داور میاد در سن 27 سالگی این دستگاه جدید نظام قضایی برای ما درست میکنه، درسته؟ و اون رو داور میدونین تحصیل کرده ژنو بوده دیگه، دانشگاه ژنو بود، حقوق خونده بود، و میاد در 27 سالگی دست به یه کاری میکنه، دست گذاشته رو چی؟ روی حوزه‌ای که ملک خصوصی روحانیت بوده دیگه برای قرن‌ها، درسته؟ امر قضا. و اینا میخوان در امر قضا اینها رو بیان، بنابراین میبینیم که میره مثلا افرادی مثل کسروی و فخرالدین شادمان اینا رو جلب میکنه که بیان قوه قضاییه مثلا اون زمان رو، عدالتخانه رو اون زمان رو بسازن. بنابراین به نظر من هر کدوم از این افراد یه گوشه ای از کار رو گرفتن. لذا حرف آخر من این هست، من یک خورده ای که به تاریخ نگاری ما دارم این هست که فکر میکنم ما یک برش مصنوعی ایجاد کردیم، انقلاب مشروطه، بعد چون دوران اون 13 سال که هیچی فراموش شده برای اکثر تاریخ نگاران، دوران رضا شاه که میان برخورد شدید سیاسی باش میکنیم، بعد میپریم به مرحله بعدی مورد علاقمون که دوران ملی شدن نفت است، درسته؟ و بعد میشه دوران محمد رضا شاه، خلاصه برمیگردیم به انقلاب، برمیگردیم به انقلاب 57. من فکر میکنم این یه مقدار شوخی با تاریخ، که به قول علما با تاریخ هم نمیشه شوخی کرد، درسته؟ هیچ کدوم از این، یعنی این یه مقدار غلبه نگرش سیاسی ما به تاریخ انقلاب مشروطه و آنچه بعد از اون صورت گرفته، فکر میکنم برای بسیاری از ما این وضعیت نابسامان فکری رو وجود آورده که ما امروز شاهدش هستیم، که نمیدونی با میراث فکری مثل تقی‌زاده با چجوری برخورد کنی. باید متهمش بکنی به عنوانی که با دو تا دستگاه خودکامه همکاری کرده، یا باید قدردانی ازش بکنی که با اون شرایط خاص بین المللی و سیاسی که حاکم بوده این کارهایی که من برشمردم رو تونسته انجام بده، درسته؟ ما در این مخمصه به نظر من قرار گرفتیم و ادعای من این است یه مقدار به خاطر اون رنگ و لعاب سخت سیاسیه که ما زدیم به نگاه تاریخیمون، یه مقدار شاید انصاف تاریخی بیشتری لازم باشه برای ارزیابی مجدد این افراد، و یه مقدار کنار گذاشتن اون دیدگاه اینکه یا آدما به اصطلاح مثبت مثبت هستن یا آدما منفی منفی هستن.
علم سیاست از قدیم الایام بهش گفتن که راجع به باید ها نیست، راجع به است هاست. What is not what ought to be. درسته؟ تفاوت است تا باید تفاوت بسیاری است. و یه خورده من به تاریخ نگاری این است که ما عمدتاً معیارمون در ارزیابی افراد بر اساس این است و باید هست. درسته؟ اینو یه مقدار باید به نظر من کم رنگترش بکنیم. اون وقت دیگه در این تاریخ افراد اینقدر خوب یا بد به چش نمیان. میتونه به قول گوته میگفت که تئوری ها لزوما سیاه و سفید نیستن. میتونه خاکستری رنگ باشه. شخصیت های تاریخی ما میتونه خاکستری رنگ باشه. مصدق میتونه هم جنبه خوب داشته باشه هم جنبه شهرت طلبی که ایشون نام میبره داشته باشه. درسته؟ تقی‌زاده میتونه قرارداد سیاسی رو امضا کرده باشه، میتونه خیلی کارهای مثبت دیگر هم به اصطلاح اون تقویم هجری و غیره که ازتون صحبت کردم بگم. حرف آخری به نظر من اگر این نسل رو نگاه بکنیم، یعنی افرادی که از این طیف میان، منظورم از نسل نیست که همه مثل این فکر میکردن، نه، هم دوره ایشون تقی ارانی هست که کاملا متفاوت فکر میکنه. من راجع به این طیف تقی‌زاده دارم صحبت میکنم. اینا کسانی هستن که معتقد بودن ما باید اصلاحات دولت مدار داشته باشیم در کشور، باید به بازسازی نظام مالی و آموزش و نظام قضایی رو عوض بکنیم، باید ارتش یک پارچه وجود داشته باشه و باید دولت مرکزی توان جدی داشته باشه. اینها رو به عنوان وجوه مشترک فکر میکنم افکاره تقی‌زاده من تو این چیزاش پیدا کردم و همونجور گفتم فکر می‌کنم هر چقدر جلوتر رفت به عنوان یک کسی که دیگه انقلابی تر از اون نمی‌شد بود در انقلاب مشروطه، وقایعی که از سر گذروند چه داخلی بوده چه خارجی، درسته؟ خب واقعا یه برهه از زمان هست که فوق‌العاده از لحاظ تاریخ دنیا مهمه، نه فقط تاریخ ایران. ولی این کشتی فکری که با این اتفاقات مهم این دوران گرفته به نظر من در شکل دادن تفکرات بعدی ایشون نقش جدی داشت. با تشکر.